از عدم اعتنام دارم به شما امینان عزیز و ارجمند در تویر خوزبی عزیز برای من هدایت میکنی. روز تاریخی است تا که جانم به این جهان باقی است، تا که باقی است در جهان نقشم، نفراموش میکنم نمیبخشم. اتفاقاتی در تاریخ رخ میده که کمر یک ملت رو میشکنه، یک ملت رو دوچار یک قد و غم و اندوه و حسرت و قصرت خیلی طولانی میکنه، مثل نسل کشی، مثل جنگ، چیزهایی از این دست، مثل زلزله با تلفات زیاد. برای اتفاقات هستن که اسباب تشفای خاطر یک مردم فراهم میکنن، اسباب انبساط روح و روان اونها رو، باعث شادی میشن. الان 20 ساعت نزدیک به 30 ساعته که مردم ایران در یک فضای منحصر به فرد زندگی میکنن. کافیست نگاه کنید به شبکه‌های اجتماعی، نگاه کنید به بیانیه مادران دادخواه، نگاه کنید به حرف‌های یک خبرنگار در گفتگو با همین نشریه پرتیراژ اروپا همین امروز صبح. خبرنگاری که میگه وقتی من سن و سالی نشدم، 2-3 ساله بوده گویا، پدرش رو در برابر چشم مادرش اعدام میکنن، مادرش هنوز بار داره، خواهر هنوز به دنیا نیامد و شرح میده. اون جلاد کی بود؟ قاضی مرگ، رئیسی بود، و توضیح میده که بعد از اون چه بر سر ما آمد. و همینطور پیام هایی که جوان ها میبسن از سراسر ایران درباره مرگ کسی که ازش به عنوان آلت قتاله یاد میکردن، این مرد بیمقداری که اما مرگش برای مردم ایران خیلی اهمیت پیدا کرد، خیلی خیلی. در باره اتفاقی که روز گذشته رخ داد، یعنی سقوط بالگرد رئیسی و همراهان، چیزی که گفته نشد درباره عناصر امنیتی در این بالگرد، مثل سید مهدی موسوی، گندلاتی که رئیس تیم حفاظت از رئیسی بود و یکی از راندخارهای بزرگ، یکی از گندلات ها، یک قلتشن به معنای واقعی کلمه، سرهنگ سید طاهر مصطفی بود، این را از عناصر سپاه و دستگاه امنیت، سرهنگ محسن دریانوش بوده، سرگرد بهروز قدیمی. در باره اینا سکوت اختیار کردن، گویا جنازه شون به طور مجزا آمدند و بردند. چی با ماست؟ برنامه امروز دکتر فروغ کنانی عزیز با ماست، خانم نازنین انصاری عزیز با ماست، مدیر روزنامه کیهان، و همینطور سکا خانم شهران تبری، دانش آموخته رشته علوم سیاسی، و همراه دکتر اسماعیل نوریالا. درود بر شما دکتر نوریالا. درود بر شما. من سلام عرض میکنم خدمت خانوم ها، خدمت شما، خدمت شنوندگان و بینندگان این برنامه. ممنونم نازنین جان، درود بر شما، خوش آمدید. درود بر شما و همچنین بر بینندگانتون و جناب نوریالا، خانم فروغ کنعانی و شهران تبری عزیز که سال هاست در کنارش و در سایش همینطوری کارمون انجام میدید. ممنونم خانم تبری، درود بر شما. خانم دکتر کنعانی، درود بر شما. درود بر شما و مهمانان عزیز و بینندگانتون، خوشحالیم که در کنار شما هستیم. ممنونم. اجازه بدید که شروع کنیم با خانم کنعانی. میخوام بگم که احساسشون چیه از اتفاقی که در ایران افتاده، و واقعا میگم جشن و سروری که ایجاد کرده اصلا بی سابقه است، مخصوصا ایرانی ها که در سنتشون نبوده در مرگ کسی پایکوبی بکنن یا خوشحال بشن. در یزد در صفایه مردم لحظه که اعلام شد که رئیسی کشته شده و همراهانش به خیابون ها آمدن بوق زدن، در یزد، در شهر مذهبی یزد، در خراسان که قیمت شیرینی رفته بوده بالا، در خراسان، در مشهد. خانم کنعانی سراپا گوشید. درود بر شما و به بینندگان عزیزتون، همینطور به همکاران عزیزم. در اینجا باعث افتخاری که در خدمتتون هستم، به خصوص در این روز خاص. همینطور جناب مهمودی، یک
پدیده اجتماعی خیلی جالب بود برای من. من از صبح دارم تون تون نوت برمیدارم از اون حال و هوای امروز، چون فکر میکنم تمام اینها ارزش برگشتن و نگاه کردن رو داره، اینکه در واقع چه در فضای سیاسی اجتماعی امروز داره میگذره، فارغ از اینکه اتفاقی که افتاده یک سانحه بوده یا یک در واقع عملیات دستکاری شده برای حذف رئیسی، حالا چه میتونه در اثر رقابت‌های داخلی باشه، چه به عبارتی با ایده هایی هم مواجه شدیم که میگم ممکنه یک دخالت خارجی در بین باشه. فارغ از تمام این صحبت ها، اتفاقی که افتاد اینه که جمهوری اسلامی یک قاتل بالفطره رو از دست داد، کسی که دستش همینطور که فرمودید به خون بسیاری آغشته بود. من فکر میکنم شما به گزارش آقای ایمان صفتی اشاره کردید در روزنامه بیلد در اول برنامه، گزارش واقعا قلب آدم رو خراش میده من وقتی این رو میخوندم. اما شاید در کنارش به چند تا نکته به صورت کوتاه اشاره کنم. اول اینکه در مورد این شادی که اشاره کردید در ابتدای برنامه، که مردم اینقدر شاد هستن، چه حالا دیاسپورا ایرانیان خارج از کشور، چه عزیزان در داخل ایران، که علی‌رغم فشارها من ویدیوهایی میدیدم که شیرینی پخش میکنن، شکلات پخش میکنن، جشن گرفتن، مینوشن به افتخار مرگ کسی که سالها قاتل و دست در خون عزیزان این مملکت بوده. اما این برای رسانه‌های خارجی به گونه دیگه‌ای در خیلی از کشورها تعبیر شده. روزنامه دی ولت در آلمان دیشب مقاله‌ای رو منتشر کرد که واقعا باعث تعجب من و خیلی از هموطنان بود. چیزی که من دیدم این بود که منتشر کرده که ایرانیان گریان و نگران دست به دعا برای بهبود حال رئیسی هستند. خب قطعا چنین گزارشی از طرف مردم ایران ترستاده نشده و من میخوام توجه هموطنانمون رو به خصوص کسانی که حالا به یک زبانی غیر از فارسی هم میتونن بنویسن به این قضیه جلب کنم که چقدر مهمه اطلاع رسانی در این زمینه کنید، به خصوص در فضای مجازی با تگ کردن یا در واقع منشن کردن این روزنامه ها یا افرادی که به هر حال نویسنده های مقالات این چنینی هستن، و بگید این واقعا این رو از کجا میگیرید، از رژیم، و به همین راحتی هم منتشر میکنید. پروپاگاندای جمهوری اسلامی حتی در اینجایی که حقیقتی به این عریانی در جلوی چشم ماست، شادی جهانی، بسیاری از رسانه ها راجع به صحبت کردن، اما همچنان میاد و خب در واقع اون بخش از رسانه ها که سنت به صورت سنتی یک جامعه ممکنه ببینه وارونه جلوه میده. این یک بخش خیلی مهمی بود. اما بحث جالب ترش برای من یک نگاهی بود سرسری به گفتمان یا دیسکورس حداقل سوشال مدیایی که من امروز بهش دسترسی داشتم، فارسی و حالا زبانهای در واقع اقوام ایرانی، فضای بسیار محبت آمیز و همدلانه بود. من یادمه که خب خیلی صحبت میشه در مورد اینکه بین افراد اپوزیسیون یک انشقاقی افتاده که خب این احتمالاً دیگه چاله شده که پر نمیشه. ببینید به همین راحتی در بزنگاه‌های سیاسی مردم دوباره کنار هم قرار میگیرن. بنابراین این ترس اینکه این فاصله ایجاد شده به همین راحتی میتونه از بین بره. بنابراین وقتی ما یک هدف مشترک داریم و یک پیروزی مشترک به وجود میاد در این مسیر، حتی اگر حاصل در واقع محصول فعالیت ما نباشه، یک سانحه باشه یا حالا هر چیز دیگه ای که پشت قضیه بوده، حاصل کار ما نباشه، باز هم ببینید این شادی جمعی در اثر اون حس تجربه پیروزی، حس از دست رفتن کسی که در واقع از دست رفتن که نمیشه گفت، از بین رفتن، از بین رفتن کسی که دستن در کار جنایت های جمهوری اسلامی بوده، همدلی ها رو بیشتر میکنه. بنابراین فکر میکنم که این که ما میگن که ما مردم غمگینی هستیم، مردم عصبی هستیم، همینجا به همین راحتی ثابت میکنه که چندان حرف صحیحی نیست. با علتهای بیرونی همه ملت‌ها، همه انسان‌ها میتونن عصبی باشن، میتونن افسرده باشن، میتونن خشمگین باشن. جمهوری اسلامی دلیل پنهان تمام این داستان هست. بنابراین به خودمون نگیریم عزیزان، ما مشکل نیستیم، ما مردم بسیار شریفی هستیم، همینطور که در این سالها جز از شرافت هم از این مردم ندیدیم، بسیار خوشفکر، بسیار بافرهنگ. آنچه که ما رو عبوس یا غمگین میکنه فقط و فقط جمهوری اسلامی است. میبینید که به طور پتول اینی با کوچکترین بهانه ای تمام این پرده های اندوه یا عبوس بودن میریزه. همینطوره. بریم به سراغ روزنامه کیهان که خیلی فعال بوده توی این 24 ساعت اخیر. خانم انصاری عزیز. بله آقای نیبوده. خانم کنانی که بیشتر تمام اون احساساتی که در خارج و بخش بزرگی از مردمی که در ایران هستند داشتن و خوب بیان کردن، بدون شک خب الان این اخباری که داره میرسه از دولت‌های مختلف، از ناتو، از اتحادیه اروپا، در صحن سازمان ملل میبینید که کشورها چطور یا
تسلیت خودشون رو دارن میفرستن. تا حتی این دفعه اولیه که من فکر میکنم وقتی همچین ثانیه‌ای داره اتفاق افتاد، اسرائیل خیلی زود تکذیب کرد و گفت که هیچ نقشی در این ثانیه نداشته، در صورتی که در موارد گذشته که راجع به اون کسانی بود که در ایران در چیز اتمی ایران کار میکردن، این همیشه یک سکوت، و وقتی که کشته شده بودن، از بین رفته بودن، یک سکوتی از طرف اسرائیل بود. ولی این دفعه دیروز اسرائیل تکذیب کرد از طریق یکی از کانالا که هیچ نقشی در این کار داشته. خب بدون شک وقتی که ما همیشه در این چندین ماه گذشته ایرانیانی که در خارج بودن، دستاندرکاران و تا حتی تحلیلگران، این اختلافاتی که در خارج بوده رو خیلی بیشتر آب و تاب می دادن، در صورتی که مردم ایران در داخل می دونن اون گلوله هایی که به طرفشون تیراندازی میشه از چه طرفی هست. و امروز هم وقتی می بینید هم البته سوگواری هست از دید نظام، و هم خوشحالی از طیف مردم و کسانی که در خارج هستند. ولی بایستی در این ماهایی که در این دو ماهی که در جلوی ما هست که چه رویدادی اتفاق خواهد افتاد. بدون شک من فکر میکنم یک کسی که واقعا دوباره برگشته در صحنه سیاست ایران و روشنایی رو داره میبینه، سردار قالیباف هست که در نامزدی مجلس در کاندیداتورش چهارم بود، چهارمین رأی آورد، ولی الان بعد از حذف شدن آقای رئیسی و اینی که ایران جمهوری اسلامی یک انتخابات جدید ریاست جمهوری در پیش داره، یکی از سه نفری هست که مسئول برگزاری این انتخابات خواهد. ممنونم، تشکر میکنم. خانم شهرار طبری عزیز. بله، من حالا مسائلی رو که هم فروغ جان هم نازنین عزیزم گفتن تکرار نمی کنم، فقط اینو میگم که من دلم واقعا میخواست که این میموندش و محاکمه میشد و جنایات و میامد و میدید مقابله میشد، حرف میزد با کسانی که بازماندگان کسانی که کشت، با که روبرو میشد و میفهمید که شاید میفهمید اون زجر رو میکشید برای کاری که کرده. اینکه مرده خب همه خوشحالیم، هر کدومشون بمیرن خوشحالیم، ولی من واقعا متاسفم که هر کدوم اینا به اون محاکمه نرسن. این در این مورد. حالا من یه سوی دیگه قضیه رو گفتم، ولی برگردیم به اینکه واکنش کشورهای خارجی چه بوده. البته کشورهای دوست فوری روسیه و سوریه و غیره و زاره همه عباب جمعیشون اونا بهشون تسلیت گفتن، ولی در انگلیس من الان میبینم که خب البته هر دو طرف و شادی مردم رو نشون نمیدن، ولی کسانی رو باشون مصاحبه میکنن که میگن که چقدر این چه کارهایی کرده، چطور مردم ازش ناراضی بودن، چطور مردم ممکنه خوشحال باشند الان، اینها گفته میشه. ولی تعبیر و تفسیر اساسی که با مثلا کسانی که شهرت بیشتری دارن در تعبیر مسائل سیاسی میشه، بیشتر تکیه بر اینه که در ایران تغییری نخواهد شد، و چون تمام تصمیمات از سوی یک نفره، انتخابات بعدی هم کسی خواهد بود که اون یک نفر انتخاب کنه. ولی من با این موافق نیستم. من فکر میکنم بیشتر این عصبی بودن یا نگران بودن کشورهای خارجی رو به خصوص انگلیس رو نشون میده از اینکه یه تغییری که غیر قابل کنترل باشه اتفاق بیفته. ولی در اون سوی قضیه میدونن که این انتخاب یک نفر دیگه رقابت‌های جدیدی رو در داخل این سیستم به وجود میاره، رقابت‌هایی که ممکنه نتونن مدیریتش کنن، و این ریزشی که در این نظام کرده و این هسته کوچیکی که باقی مونده
این هسته است که تمام توجه ها رو اونه که اگر اتفاقی بیفته که این نتونه دیگه اون حرفی که حرف اولی که خمینی بهشون زد که اگه دعواهاتون رو بیارین به بیرون همه با هم میریم، حالا دعواشون به بیرون اومده ولی اتحادشون رو حفظ کردن، و اگه نتونن این اتحاد رو حفظ کنن واقعا شرایطی به وجود میاد که امکان از توپکیدنشون خیلی زیاد میشه، اون موقع است که نقش مردم و نقش اپوزیسیون و غیره خیلی مهم میشه. ما در هفت آبان این رو هم اضافه کنم که اتفاقا نامه‌ای نوشتن دوستانمون به خانم اورسولا وندرلی و جوزف بورل و گله کردن از این که چه شد که شما آمدین فوری رفتین به کمک اینها و در شرایطی که اینها مردم ایران همین تازگی دخترها رو پسرها رو چشماشون رو کور کردن، کشتن تو خیابون، تجاوز کردن. به هر حال این هم هست، الان این فضا هم خیلی مهمه که ما بتونیم به دنیا بگیم که حواستون باشه پشتیبانی از اینها پشتیبانی از جنایتکارانه. این دیگه مسئله هسته ای و اینا نیست که میخواید مماشات کنید، اینجا تکلیفتون معلوم میشه با مردم ایران. ما باید این صدا رو به گوش جهانیان برسونیم به نظر من. به همین هم تشکر کنم تو که فرمودید الان موجی در اروپا شروع شده، هشتگ من نیستم در اعتراض به تسلیتی که گفته شد از سوی اروپا به جمهوری اسلامی از آقای بیلدر در هلند شروع شد و بلافاصله ادامه پیدا کرد در پارلمان اروپا، نمایندگان پارلمان، سیاستمداران، حتی دولتمداران دارن امضا میکنن و پیوستن به این هشتگ. این یکی که به نظرم موضوع مهمی است. دو، آقای خامنه ای خب برای انتخاب رئیسی و این دار دسته گروهی که در اطرافش هستن حلقه هم داره روز به روز تنگتر میشه، حلقه محارب. این بود که آدم ها رو علک میکرد دیگه، کشور متمدن علک میکند، این زباله ها رو میزن دور، ناخاله ها رو. خامنه ای درست برعکس میکنه، ناخاله ها رو حفظ میکنه. بیسی، امیر عبداللهیان و بقیه اینا جز ناخاله های باقی مونده بودن در این علک. به هر حال از دست دادن روی زایه خیلی خیلی سنگینیه. من دیدم باز دیویردی که اشاره کردن سرکار خانم روغی کنانی تفسیری داره، اشاره کرده به این که به هر حال رئیسی نامزد پسر خامنه ای هم، یعنی مشتبه، یعنی بهترین کس بوده برای اینکه بعد از پدرش به کمانکان جانشینی او رو داشته باشه و هفشنوی داشته باشه. بالاخره او از خودش اراده ای داشته، آدم بی اراده بی سواد و میشه گفت پادو اجرایی خامنه ای بوده، جمهور نبوده، پادو اجرایی بوده، آدم بی سوادی بوده، با اینکه بی سواد بوده رشته او هم درس نخونده بوده، اما متاسفانه ضرب انگشتش پای صدها حکم اعدام جوانهای میهن ما بود. شنیدن حرفهای دکتر نوریالا حتما مختنم سرپا گوشیم. خواهش میکنم، عرض کنم که من البته حرف تازه‌ای ندارم، اون چیزی که خانم‌ها فرمودن به نظر من کاور می‌کرد به این مطالب رو. فقط خواستم بگم که ما معمولاً تو اینجور مواقع که یک کسی که در اون بالا نشسته می‌میره دو جور عکس العمل داریم، یکیش عکس العمل طبیعی و در این حال کلاسیک ما هستش. من همش از صبح یاد اون حکایت در سیرت پادشاهان سعدی افتادم که یه درویش مستجاب دعوی میره و اون حجاج ابن یوسف صداش میکنه و میگه در حق من یه دعایی بکن، و اون میگه که من دعا میکنم که تو هرچه زودتر بمیری. این میگه این چیزی دعا کردنیه برای من؟ میگه که برای این که عرض کنم یه شعری میخونه، میگه که به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری. یعنی که به هر حال رفتن چنین اشخاصی عرض کنم که یه همچی خاصیتی رو داره و شادمانی هم برای مردمی که اسیر اینا هستن به وجود میاره. اما یک رکسیون مدرن هم وجود داره و اون اینه که ای کاش که فرصتی پیش بیاد تا اینها محاکمه بشند و مردم دنیا بفهمن که اینها چه جنایاتی کردن. این آقای رئیسی
شاید 7-8 هزار نفر رو شخصا امضا کرده و کشته. شما فقط مثلا 5 هزار تا رو بگیرید که در سال 67 اینا کشته شدن به وسیله همین کمیسیونی که خمینی دستور داده بود و ایشون هم جزوش بودن، بعد وقتی که شده بودش رئیس نام فلانی حرفا، میبینید که این یه قاتل علیه بشریت دیگه، حتی قاتل یه فرد خاص هم نیستش. در نتیجه این امتزاج، این که چه حیف شد که نموند و محاکمه نشد و چه خوب شد که رفت و عرض کنم که شرش از سر مردم، چون هر دوتاش به نظر من واکنش های طبیعیه که مردم خودشون نشون بدن. خب خانم یانون، پیامت های حسب رئیسی و گروه وابسته به او برای شخص علی خامنه ای، اونم در این شرایط، این شو 5 روز هم اعلام عزای عمومی کرده، دیروز سخنانش رو گوش میکردم، در نهایت آرامش میخواست به مردم خالی بکنه که آدم مهمی نبود، کسی نبود، چیزی نوبادی، حرف خامنه این بود، نگران نباشه اتفاقی توی مملکت نمیفته، این رو خامنه ای دیروز میگفت در تحقیر چیزی که خودش انتخاب کرده بود به عنوان رئیس جمهور. سراپا گوشیم خانم کنانی. شخصیت علی خامنه ای واقعا یکی از جالبترین شخصیت ها و کاراکترها به عنوان یک دیکتاتور هست و اینکه چطور هرچه بیشتر میگذره در این خودشیفتگی عجیب و غریبی که بیشتر مخصوص یک دیکتاتور تمامیت خواهست داره فرو میره. علی خامنه ای مدت هاست که این ادبیات رو شروع کرده، اگر عزیزان ما دقت کرده باشن، اینکه تمرکزش رو گذاشته در اینکه خودش رو تمام و کمال هسته ی آنچه بدونی که حالا ما به عنوان جمهوری اسلامی میشناسیم و حتی اون نظام مقدس اسلامی که سعی میکنه با عنوان کردن در واقع این عبارت برای در واقع خدماتی که به این نظام میشه یک اعتباری بخره، با گفتن اسلامی بودنش، مقدس بودنش، حتی اون رو هم با زبان بدن به خودش اشاره میکنه. البته این خبر عجیبیه برای یک حکومت که بگه وقتی رئیس جمهور کشته بشه هیچ چیزی عوض نمیشه. علی خامنه ای البته داره سعی میکنه که به صورت ضمنی اعلام کنه که کنترل دست خودش هست و همیشه بوده و تمام آن کسانی که در این حکومت میرند و میان به قولی خدمتگزاران اون هستند. ببینید هر جوری که به این گفتمان، به این دیسکورس نگاه میکنید، محوریتش رو خامنه ای برای خودش میخواد و در واقع بقیه رو اصطلاحا کارگزارانی بیشتر نمیبینه. اگر به یاد بیارید در زمانی که محمد خاتمی رئیس جمهور وقت اصلاح طلبان هم دیگه از عرشه کشتی قدرتش به پایین اومد، گفت اصلا این کشتی قدرت نبود، رئیس جمهور یک کارگزار بیشتر نیست، یک تدارکاتچی فکر میکنم این کلمه رو به کار برد، بیشتر نیست. و خب در همون زمان این توهم این که اصلا در این سیستم شما یک دموکراسی دارید که با روی کار اومدن در واقع یک دولت ممکنه توش تغییراتی ایجاد بشه رو طبیعتاً میشد فهمید که باید کنار گذاشت. اما نکته خیلی خیلی جالبش این در بخش داخلی بود. در بخش خارجی اشاره خیلی درست خانم ها به واکنش های خارجی بود. حالا شاید برای بینندگان ما جالب باشه شنیدنش که در این که ما متوجه شدیم یک مبارزه ای یا یک رقابتی صورت گرفته بین متاسفانه البته سیاستمداران غربی به خصوص اروپایی در تسلیت گفتن بابت مرگ رئیسی و عبداللهیان، اما خوشبختانه در این وسط کسانی بودند که حداقل به واسطه فعالیت دیاسپورا در این سالها و اینکه صدای مردم و این فداکاری مردم در داخل از همه مهمتر که به گوش اونها رسید، در واقع رزونانسش توسط دیاسپورا، متوجه شدند که انگار یک چیزی نرمال نیست، نمیتونن در مورد جمهوری اسلامی با همین مناسبات معمول و نرمال سیاسی در واقع پیش برن و چون یک رئیس جمهور مرده قاعدتا تسلیت بگن، به خاطر اینکه رئیس جمهور نرمالی نداشتیم و اومدن با هشتگ not in my name، به نام من نه، ایستادن در برابر مثلا پیام تسلیت جوزف بورل، پیام تسلیت پارلمان اروپا و کسان دیگه، مثل حتی یک اکانت منتسب به ناتو که اومده بودن تسلیت گفته بودن. و خب این خبر خوبی هست که من نگاه میکردم امروز میدیدم تعداد در واقع کسانی که حسابایی که دارن از این هشتگ استفاده میکنن داره در اروپا بیشتر میشه، خیلی شجاعانه میستن و میگن نه به نام ما، نه ما هیچ در هیچ مناسبتی خودمون رو شریک غم جمهوری اسلامی نمیبینیم، چون این غم علی ظاهر شادی مردم رو به همراه داشته، بنابراین ما اخلاقا و انصافا حداقل در سمتی میستیم که میدونیم مردم قرار داشتن. بنابراین من فکر میکنم که
اگر یک نگاه کلی داشته باشیم، این همون مناسبات سابقه که ادامه پیدا کرده، یعنی در داخل ایران یک سیرک انتخاباتی احتمالاً خواهیم داشت. حالا باید ببینیم روی چه مبنایی این بازی انتخاباتی تغییر میکنه. زیاد البته تأثیری نداره، چون خیلی احتمالش دوباره زیاد هست که در واقع اقبالی به این انتخابات نشون داده نشه با توجه به تجربه این دو انتخابات گذشته از اسفند تا حالا. از سوی دیگر هم مناسبات قدرت رو که طبق معمول هسته مرکزی خامنه‌ای و دوروبری‌هاش و اون حالت نظامی امنیتی که در ید اختیار اونهاست به عهده میگیره. از نظر خارجی هم تنها نکته خیلی مهم اینه که من احساس میکنم راجبش به اندازه کافی صحبت نمیشه، پروپاگاندای جمهوری اسلامی و لابی ها بسیار فعال و بسیار قوی دارن عمل میکنن و من فکر میکنم به دلیل اینکه سر و صدایی بروز پیدا نمیکنه یا اتفاق عجیب و غریبی نمیفته، نباید ما فکر کنیم که در واقع خب جمهوری اسلامی واداده به طرز اجاب آوری کشورهای اروپایی دارن رو برمیگردونن از سمت آنچه که یک سال و نیم پیش وعده داده بودن انجام میدن، در کنار مردم ایستادن. در آلمان گزارشی در یکی از روزنامه‌های بسیار معتبر منتشر شد در دو هفته گذشته که از اول امسال تا انتهای ماه اپریل فکر می‌کنم حداقل 22% افزایش تجارت صادرات و واردات با جمهوری اسلامی که تحت امبارگو هست، تحت تحریمات هست و این همه انسان رو کشته در واقع داشتیم. یعنی خود آلمانیا هم تعجب کرده که چطور ممکنه یک چنین اتفاقی افتاده باشه، چطور ممکنه که ما این افزایش صادرات و واردات یعنی مناسبات مالی رو داشته باشیم. بنابراین این هم فکر میکنم چیزیه که بد نیست دیاسپورا ایرانیان خارج از کشور به خصوص فعالین عزیز سیاسیمون بهش توجه داشته باشن. ممنون، تشکر میکنم. خب بیام حالا اون ور قضیه رو، اپوزیسیون و این تلاش برای همکاری با هم، ائتلاف با هم، اتحاد با هم، هر چی خود اسم وفاق با هم به قول آقای طاهری تلاش کرده صورت میگیره، به نظرم حائز اهمیت در روز پرچم. و شخصیت های الان از گروه مثلا هفت آبان، همینطور سکولار دموکرات ها، سخا خانم نازنین انصاری هستن، قبلا حزب مشروطه در همین برنامه بوده و گروه اندیشه آبای ایران اعلام همبستگی کرد با این بسته این گروه هایی که اعلام همبستگی کردن با هم، خیلی مهم. اما قد مرگ حذف رئیسی و داردسته علی خامنه ای، بگم که زیادی هنوز برای خامنه ای باقی نیست که بهش اعتماد کنه. خامنه ای علل اصول از کسانی که زیاد میدانند به کسانی که زیاد میدانند اعتماد نداره، برای همین هیچ وقت جوش با دانشگاه های آمریکا، دانشگاه های دانشگاهیان ایران در یه جوب نرفت، آبش در یه جوب نرفت اونها. و نظر خوشی به افراد تحصیل کرده، تکنوکرات، کارشناس نداره. برای همین لحاظه که نزدیکترین آدم هایی که اونها رو دوست داره مدعاهان هستن، سعید توسیه، از شخصیت های از این دست هستن دیگه، با آدم های فقور و اندیشمند و متفکر اصلا خامنه ای میانه ای نداره. سعی میکنه اون رو از خودش دور رو کنه و فکر میکنه که دانش علل اصول هر آدمی رو غیر قابل اعتماد میکنه. این نظر خامنه‌ای است. حذف رئیسی صفحه پایان کتاب جمهوری اسلامی قطعا نیست، ولی صفحه ما قبل پایان حکومت جمهوری اسلامی است. یعنی ما عملا وارد دور دیگری شدیم، یعنی روند تازه‌ای در ایران شروع شده. درباره‌اش صحبت میکنیم و نگاه میکنیم به اون چی که در بیرون رخ داره میده، یعنی شتاب اپوزیسیون برای یک دریافت وضعیت موجود، یعنی درک شرایط تاریخی موجود، یه فرصت حیرت انگیزی که دست داده و نباید از دست داد، فرصتی که از الان در اختیار ماست و از دست دادنش به معنای یک خطای به نظرم غیر قابل بخششه در تاریخ ما. سبر بگرد درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا.
سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilawgroup.com. در کلینیک استوکهلم دیسپاس زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی‌نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفاف سازی و جوان سازی صورت، بوتاکس های درمانی، عضله سازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکالم دسپاس تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. جواهری والا با کلکسیونی از بهترین زیورالات طلا و جواهر، انتخابی شایسته برای سلیقه خاص شماست. 22 سال تجربه همکاری ارزشمند بین جواهری والا و تلویزیون پارس رای اعتمادی است برای بهترین خرید شما. یک شنبه ها یک بعد از او به وقت لس آنجلس از تلویزیون پارس. تابستان امسال با آژانس امیری، تور 11 روزه به کشور زیبای سوئیس، دیدار از ژنو، لوزان، مونترال، برن، اینترلاکن، لوسرن و زوریخ. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 30 جون. تلفن 818-758-2626 amirtravel.com. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران. دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. یلو پیج ملی. یلو پیج ملی تنها یلو پیج بزرگ ایرانی لس آنجلس. یلو پیج ملی 2024 به همراه اطلاعات جامعه ایرانی اروپا و کانادا نیز منتشر و پخش می گردد. توجه، اطلاعات یلو پیج ملی در اپ مجانی 50-50-100 در سطح جهانی در دسترس عموم قرار دارد. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی خارج از کشور. جهت چاپ آگهی و درج اطلاعات شغل خود در یلو پیج ملی 2024 از همکنون با مرکز اطلاعات 50-50-100 تماس حاصل نمایید. مرکز اطلاعات 50-50-100. اگر ارثیه ای در ایران دارید و نمی توانید آن را به دست بیاورید، گرفتن ارثیه شما در دست ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7 روز هفته 24 ساعته.
شخصیت های صاحب نظری هستیم. دکتر خانم نازنین انصاری، آقای دکتر اسماعیل نوری الله، خانم شهران طبری و خانم دکتر فروغ کنعانی عزیز. خب درباره رئیسی و مرگ و سخن گفتیم، ازش به عنوان آلت قتاله یاد میکنم، آلت قتاله در دست علی خامنه‌ای و دار دسته او. اما اون چیزی که برای ما اهمیت داره فعالیت اپوزیسیون در بیرون از کشور ماست. همینطور که خانم کنعانی به درستی گفتن، جمهوری اسلامی تمام عناصرش رو به میدان آورد. یک برای تخریب اپوزیسیون، دیوارکشی بین اپوزیسیون، ایجاد اتفاق نقاب بین اپوزیسیون، و اینا میدونن که چقدر این تلاش ها برای همبستگی میتونه خطرناک باشه برای موجودیت حکومت جمهوری اسلامی، خاصه این که در شرایط حاضر حکومت اسلامی در منطقه خاورمیانه حکومت مطرود شناخته میشه و در دنیا میبینید که واکنش ها نسبت به این حکومت چیست. خانم فکرم خانم نازنین هست، خانم نازنین سراپا گوشی، میخوام بیدم که شما به عنوان روزنامه نگار که شاهد این تحرکات هستید، نظرتون چیست و آیا این اطمینان در شما پدید آمده که واقعا داره این بار یک کار جدی صورت میگیره برای اینکه اپوزیسیون رو از این دوره، از این بنبست بیرون بیاره و بتونه در برابر جمهوری اسلامی قرار بفرمایید. ببینین، انقلاب ها یک دفعه اتفاق نمی افتن. شما از انقلاب فرانسه رو نگاه کنین، از انقلاب روسیه رو نگاه کنین، انقلاب مشروطیت و تا حتی انقلاب اسلامی که در ایران اتفاق افتاد یک شبه نبوده، یک روندیه. انقلاب فراز و نشیب داره و این چیزی که اگه ما تاریخ جمهوری اسلامی رو ببینیم، میبینیم که این انقلابی که از الان داره در اون داره اتفاق میفته، از ریشه ها شروع شده، از جامعه تغییر کرده. فرق انقلاب با کودتا همینه. ممکنه در جمهوری اسلامی الان یک دفعه در طیف یا این آقایون که دور همین حلقه خامنه ای باشن یا در خود بطن سپاه یک کودتا بخواد اتفاق بیفته، ولی در تاریخ ایران و در خود ایران میبینیم یک انقلاب در جامعه اتفاق افتاده. جامعه‌ای که شما امروز میبینید جامعه‌ای نیست که زمان انقلاب بود. وقتی که خمینی برگشت، من یادم خیلی برمیگردیم به این روز شیر و خورشید، همون سالای اول بعد از اینی که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، یکی از دوستای من یک این شیر و خورشید و دفعه اولی بود انگار که وقتی کار یواشکی هم داشت انجام میداد، شیر و خورشید اومد دوباره امبلمش رو گذاشت تو چیزای مختلف و اسمش رو گذاشت جاست بی جاست، یعنی عادل باش. این شیر و چیزی بود که در به خاطر انقلاب اسلامی ما از دست دادیم، عدالت رو از دست دادیم. یک آقای خمینی که اومد و بعدم آقای خامنه ای همین ولایت فقیه و ولایت فقیه مطلق، از اون اول هم همین ریاست جمهوری ها، از اول آقای بازرگان که بعد از چند مدت استعفا داد رفت و برای چندین سال در مجلس میشست در اونجا ولی حرف نمی زد. بعدش آقای بنی صد بود که فرار کرد، بعد آقای رجایی بود که اونم در بمبگذاری از بین رفت، بعدش آقای خاتمی که اصلا نمیشه حتی صحبت هم، یعنی در خود ایران هم نمیتونن در صدا و سیما باشه، آقای رفسنجانی رو که اصلا غرق کردن، بعدم الان آقای رئیسی هم که ایشون در سانه هلیکوپتر جانشون رو از دست دادن. در صورت ولایت فقیه مطلق روی خودش نمیتونه اصلا ادامه بده و جامعه‌ای نیست که اون بتونه این سیستم ولایت فقیه مطلق و جمهوری اسلامی رو قبول بکنه.
یک جامعه که میخواد زنده باشه، زندگی رو دوست داره. و تو این نسل جوانی هم که میبینیم در تمام این اتفاقاتی که در سطح جامعه داره اتفاق میفته، میبینیم که ایران، ایران خودشو داره نشون میده. شما ایران رو میبینی که میاد بالا، ممکنه امروز نباشه یا فردا نباشه، ولی بدون شک میبینید این حلقه دور خامنه ای کوچیکتر و کوچیکتر داره میشه. در خود سپاه رگه های مختلفی هست، همه آمادگی اینو ندارن. ببینین خود استراتژی جمهوری که آقای خامنه ای انتخاب کرده، که آقای رئیسی و عبداللهیان هم سربازانش بودن، برای یک ائتلاف بوده و یک واقعا که ایران رو بدن تو برن تو در این اکسیس رزیستنس با روسیه و چین و این ارتش نیابتی. ولی ایران آزاد خواهد شد و این فکر میکنم الان حتی در خود ارتش و در خود سپاه این آمادگی رو ندارن که خاک ایران و آینده ایران رو بدن قبال این آینده روسیه، آقای پوتین و چین و بقیه. در صورت بدون شک روزهای بهتری من فکر میکنم جلو رو خواهیم داشت. ممنونه خانم شهران تبری. بله صحبت از اتحاد شماها بفرمایید راجبش توضیح. بله صحبت از اگه ممکنه روزنامه کیهان رو نشون بدید آقای سپهر خسروی، روزنامه کیهان رو نشون بدید درباره همین موضوع. بله در مورد شیر خسرو. بله 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 راجب اون صحبت میکنیم. من اجازه بدین اول راجب مسئله اتحاد بین گروه های مختلف سیاسی صحبت بکنیم. ببینید از روز اول همونطور که دوستانم گفتن تمام تلاش جمهوری اسلامی، بعد من فقط جمهوری اسلامی رو نمیگم، من فکر میکنم یکی از سیاستگزارهای جمهوری اسلامی روسیه پوتینه، که اینها تمام تلاششون برهم زدن اتحاد بین نیروهای اپوزیسیون بوده. و صحبتی هم که از متاسفانه برای مدتی این اتحاد بین نیروهای اپوزیسیون اتفاق نیفتاده، منم فکر میکنم که شرایط عوض شده، وضعیت جدیدی هستش و این کار آسونی نبوده. و در این مدت، در این دو سال گذشته، اپوزیسیون ایران در خارج از کشور تلاش‌های خیلی با ارزشی کرده، ولی نیروی اون طرف که برهم زننده این تلاش هاست هم خیلی قوی بوده و تجربه آموخته شده. من معتقدم که یک شب، یعنی از رو تجربه دارم میگم ها، از رو تجربه دارم میگم که کار بسیار دشواریه و این کار زمان میبره و تجربه میبره و باید قدم به قدم پیش رفتش. من خوشبختانه خیلی منم امیدوار هستم در این مدت چند سال، با وجودی که خیلی آهسته بوده، ولی میتونم بگم آهسته و پیوسته بوده، و ما الان تونستیم فرضاً از طرف هفته آبان و دو گروه دیگه که با هم هر سه گروه با هم دیگه نزدیک بشیم، و برخی هم اخیراً ابراز علاقه کردن که به این اتحاد بپیوندن. و روز شیر و خورشید هم برای ما در واقع یک روز آغاز یک اتحاد وسیع‌تر هستش. ببینید سال گذشته، هفته اردیبهشت سال گذشته، جبهه هفت آبان اعلان کرد که زادروز مسجد رضا رهنورد رو به عنوان روز شیر و خورشید در تقویممون ثبت بکنیم. البته گروه‌های دیگه هم این فکر رو داشتن، حالا ممکنه اعلان کردن یا نکردن، ولی به هر حال مهم اینه که این روز تثبیت شده الان و ما هم داریم همین با گروه هایی که با هم متحد هستیم در 15 ژوئن در همون روز 26 خرداد که زادروز مسجد رضا رهنورد هست، روز شیر و خورشید رو جشن میگیریم به اصطلاح. و این به نظر من آغازش که نیستش، این خیلی این پروسه رو میتونه تقویت کنه، میتونه تسریع بکنه و این یک کار بسیار مهمی هستش که انجام میگیره. من امیدوار هستم که گروه های دیگه هم که شاید مثلا جوانتر هستن یا تجربه کمتری دارن بتونن به این نتیجه برسن که بدون
یک وحدت حالا خیلی وسیع‌تر بین اپوزیسیون ایران، اون موقعی که باید نقش اپوزیسیون در فروپاشی جمهوری اسلامی مؤثر باشه، موقعی میتونه باشه که این اتحاد به وجود اومده باشه. و اگر این اتحاد وجود نداشته باشه، میتونه شرایطی پیش بیاد که اون شرایط ضایع بشه، اون امکانات از بین بره. ما در طول تاریخ 45 سال جمهوری اسلامی، من حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی فکر میکنم بارها بوده که میشده اگر که یک خردی جمعی وجود میداشت برای مقابله با جمهوری اسلامی، میشد این اتفاق بیفته، ولی نیفتاده. الان هم من به نظر من نقش اپوزیسیون همبسته، متحد، همگام، هر اسمی که بخوام روش بذاریم، ائتلاف هم نگیم، بسیار بسیار میتونه مهم باشه در موقعی که سر به زنگ است. ممکنه الان نباشه، ممکنه فردا نباشه، ولی روزی خواهد رسید که نقش اپوزیسیون در این فروپاشی جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده میتونه باشه. اونجاست من همواره معتقد بودم که اپوزیسیون در خارج از کشور دو کار مهم میتونه بکنه، فقط دو کار مهم، حالا سوای اینکه صدای مردم باشه، نشون بده، همه اینها، دو کار: یکی تلاش برای همبستگی یا همگامی، و دیگه تلاش برای صحبت کردن با نیروهای خارجی. من میدونم خیلی ها، شما در این رسانه ها میبینید که دائم میگن ما فقط خودمونو داریم، نگاه کن مثلا این آقای بورل اتحادیه اروپا داره این کار میکنه، با اینها هستن، همون که فروغ عزیز گفتن نمیدونم تجارت با ایران افزایش پیدا کرده، اینا همه درسته، ولی برای یه بخشش کمکاریه، یا حالا کمکاری نمیتونم بگم، کسی رو نمیشه، خودمون رو باید هشدار به خودمون بدیم که باید روی نیروهای خارجی کار بشه. و این کار طولانی و درازمدتی هستش. به نظر من این دو موضوع خیلی مهمیه برای اینکه اپوزیسیون رو، نقش اپوزیسیون رو پررنگ کنه در جایی که میتونه، نه در جایی که دست خودش نیست. در داخل ایران البته مردم در داخل ایران نقش اساسی رو دارن، ولی در جایی که میتونه اپوزیسیون قدرت داشته باشه، باید روی اون کار بکنه. نیروش رو نباید بذاره روی چیزهایی که قدرت نداره روش، نیروش رو باید بذاره بر روی همین همبستگی و جانشین لابی هایی که ضد همبستگی هستن. ما خیلی لابی های ضد همبستگی داریم، نایاب و مجاهدین و غیره و زایله که دائم در کار هستند. باید این نیروی اپوزیسیون متحد بتونه جانشین اونها بشه، بتونه اونها رو بزنه کنار و بتونه این نقش رو بازی کنه و کشورهای خارجی رو هشدار بهشون بده که شما نمیدونین تجربه‌ای که ما کردیم که چه بلایی میتونه سر خودتون بیاد، چه بلایی با این بازی که دارین میکنین و راه رو باز کردید برای اینها، فردا چه عاقبتی منتظر خود شما خواهد بود. تشکر میکنم. آقای دکتر ریالا بفرمایید. بله، عرض کنم که خب راضی هستی تا اینجا از این پروسه از پروسه هم بس بفرمایید. بله، من فکر میکنم که یه اتفاقاتی که در طی سالهای دراز نیفتاده بود الان به سرعت داره پیش میاد. ببینید، این مسئله که بدون وجود یک آلترناتیو در مقابل حکومت اسلامی، این حکومت یا پایدار میمونه یا اگرم فروپاشی بکنه مملکت دچار هرج و مرج میشه، یه امر بدیهیه. هر کسی که 4 درس هم خونده باشه در سیاست این رو میدونه. ولی مسئله این بودش که ما چگونه میتونیم به یک آلترناتیوی برسیم که این آلترناتیو بتونه از دل خودش دولت گذار رو به وجود بیاره و مردم ایران، به خصوص بخش خاکستری که احتیاط میکنند، به آسانی تن نمیدن به هر تغییری، مطمئن شن که اگر این حکومت فروپاشی بکنه، جانشین صالحی وجود داره که میتونه اون مملکت رو سرپا نگه داره و پروسه رسیدن به دموکراسی و آزادی و آبادی رو آغاز بکنه. بنابراین به نظر من ما به خاطر تجربه
سال 57 یه مقدار توهماتی داشتیم که این توهمات باید از بین میرفت. ما مدت ها اسیر مسئله همه با هم بودیم که الان هم هنوزم ما نمیایم بگیم که کدوم بخش از اپوزیسیون، همچنان از اپوزیسیون صحبت میکنیم که اگر اپوزیسیون متحد بشه چنین و چنان خواهد شد، در حالی که تجربه به ما نشون داده که اتفاقی که در سال 57 افتاد که لااقل برای یک برهه زمانی معینی همه رفتن زیر عبای خمینی، این بار اتفاق نخواهد افتاد و پروسه قطبی شدن به شدت داره کار خودشون میکنه. اما نکته در این بودش که روز به روز ما متوجه اینم شدیم که در چه صورتی خارج کشور میتونه درباره آینده ایران دخالت داشته باشه. به نظر من وجود کسانی که بتونن این کار رو انجام بدن و این تضمین رو به ملت ایران بدن مسئله بوده، اما اکنون این دیگه روشن شده که در اپوزیسیون خارج کشور در همه جناهاش که نگاه بکنیم کسی به قد و قامت شاهزاده رضا پهلوی نیست و ایشون میتونه نخ گردنبندی باشه که همه رو به هم دیگه متصل بکنه. بنابراین این ایشون آمده است و میگوید که من آماده هستم، اما شرایطی رو مطرح میکنه، این خودش مهمترین قدمه. تا به حال ما این رو، این آمادگی رو از جانب شاهزاده نشنیده بودیم به این صراحت، اما ایشون میگوید که خب من آماده مثلا بازی کردن نخ گردنبند نماشم، اما اون گردنبنده کجا هستش؟ اونا کجا؟ ایشون توی اصطلاحی که به کار برده که همین پریشب هم توی تورنتو تکرارش کردن، گفتن من منتظر ایجاد ائتلاف مشتاقان هستم، و این مشتاقان هم باز ایشون میاد تعریف میکنه، میگه تمامیت ارضی ایران مبتنی بودن به اعلامیه جهان گستر حقوق بشر و سکولار دموکراسی، همین سه تا کافیه برای اینکه مشتاقان هم هویت خودشون رو در بیابند، هم اینکه بتونن به طرف چنین حرکتی بکنن. خب این در واقع معنیش اینه که ایشون توپ رو انداخته توی زمین این طرف. این طرف چه اتفاقی افتاده؟ من فکر میکنم یکی از موانع عمده‌ای که وجود داشته برای ائتلاف این بوده که هیچکی نمیخواسته بره زیر چتر دیگری ائتلاف بکنه. همه میگفتن که خب چرا همه نمیان با من ائتلاف بکنه. این ابتکاری که جبهه هفته آبان نشون داد در مورد اینکه بیاید و روز 26 خرداد رو به عنوان روز شیر و خورشید اعلام بکنه و به بهانه این روز بزرگ داشته نیروها همه بتونن برن در یه جا جمعشن رو با هم صحبت بکنن، این مانع عمده رو از سر راه برداشت. ممنونم. تو همیشه داشته باشه از بازار آگهی آور میکنیم. برای اولین باری که نخ گردنبند جای نخ تصویر رو گرفت. بله اتفاق خوبیه، سکولار شده در واقع این نخ. برمیگردیم. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. خوشحالیم به اطلاع برسانیم که تخفیف بهاری شرکت GLVs فقط برای مشترکین جدید تا آخر ماه می تمدید شده است. اشتراک 12 ماهه ی اپ GLVs بر روی تلویزیون های هوشمند فقط 86 دلار آمریکا. اشتراک 6 ماهه فقط 47 دلار آمریکا. باکس HD 500 با اشتراک 6 ماهه با قابلیت تمدید اشتراک فقط 109 دلار آمریکا. برای سفارش لطفاً با شماره تلفن
905-762-5037 تماس گرفته و یا به وبسایت glviz.com مراجعه کنید. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می کنیم. آگهی خود را به glviz بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. اگر تلویزیون سونی، فیلیپس، شارپ، هایسنس، تی سی ال، ژیائومی و یا دیگر مدل های اندروید و یا گوگل تی وی در منزل دارید، برای دسترسی به سرویس های glviz همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های glviz از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. مژده به دوستداران سریال های ترکی، دارندگان جیل باکس HD 500 و بسیاری از تلویزیون های هوشمند. از این پس می توانید سریال های محبوبتان را هم به زبان اصلی با زیرنویس فارسی و هم با دوبله فارسی تماشا کنید. کشکک غذای مشهور ارزنجان است. برای این کار از ژانر سریال های دوبله وزیرخانی سریال محبوبتان را انتخاب کرده و روی قسمت دلخواهتان کلیک کنید. امارت خودمون؟ evet. Güzel bir konak yaptırmayalım kendimize. اکنون می توانید از گزینه بالای صفحه زیرنویس و یا زیرخانی را انتخاب کرده و از تماشای سریال های محبوبتان در glviz لذت. پیام شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده تصادفات. دریافت کننده صدها میلیون دلار خسارت، رکورد 99% موفقیت، بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی و 50 وکیل و کادر فنی کار کشته از جمله امتیازات دست نیافتنی برای دیگر رقبا هستند. انتخاب ما انتخاب بزرگترین، با تجربه ترین و قدرتمندترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی است. دفاتر ما در لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-7777. tasadofat.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. برای من پی میگیریم همینان عزیز و عرجمندم گفتگو میکنیم در باره تلاش هایی داره از سوی اپوزیسیون صورت میگیره، ببیشه در این شرایط خطیر، برای اینکه ما بتونیم از دوره بتالت بیرون بیاییم. دیگه دوره تعطیلی تاریخی تمام شد، الان دوره ایست که به طور جد نیروهای اپوزیسیون بشینن، فکر اساسی بکنن. نقشه راه رو هم به نظرم شاهزاده نشون داده دیگه، بهتر از این نمیشه. ما باید باشیم. ایشون هم اعلام کرده که من به عنوان نخ گردنبند، گفتید آقای نوری علا خانم دکتر کنانی سراپا گوش بزرگوار. خب اتفاقی که الان داره میفته همینطور که اشاره کردید یک در واقع مرحله مهمی است. من البته فکر میکنم مرحله جدیدی نیست، تلاش هایی در این زمینه قبلا بوده، منتها الان اپوزیسیون داره به هر حال این به این باور میرسه که آنچه که ما الان بهش احتیاج داریم این هست که حتی اگر ما در یک نگاه سیاسی با هم مشترک نیستیم، منتها اولا منافع ملی رو، یعنی تمام ایرانیان در هر کجای ایران که هستند رو، دوما خواسته این مردم رو
که در واقع این فریاد آزادی خواهی در این سالها بسیار رسا و بلند در واقع به ما و به جهان اعلام شده، مد نظر قرار بدیم و از همه مهمتر در اولویت قرار بدیم. یعنی بنابراین به صورت اتوماتیک، به صورت خود به خودی، فقط اون اپوزیسیونی الان در فضای ایران به قول معروف خواهان خواهد داشت که مردم احساس کنن که بازتاب صدای اونهاست. یعنی اگر من به عنوان یک فردی از اپوزیسیون دارم سعی میکنم فعالیت سیاسی انجام بدم که هدف از نظر مردم بیشتر این هست که خودم رو نشون بدم، یا در واقع برای خودم در آینده ایران نقشی پیدا کنم، یا منمی در کار باشه، این هم یک مسئله به درستی آقای دکتر نوری الان اشاره کردن، یک بحثیه که ریشه در تاریخ این 45 سال حداقل اگر بخوایم خیلی خوشبین باشیم داره حس میزنن. یک بخشش هم فرهنگیه. فرهنگ ما با یک نوع از خودگذشتگی، با یک نوع شجاعت آمیخته به شرافت مثلا عجینه، و این رو ما حتی در دنیای سیاست نمیتونیم از فضای اجتماعی ایران بگیریم. من فکر میکنم خانم طبری بهتر بتونن راجع به این قضیه صحبت کنن. ما تو این فرصت کوتاه هم داشتیم راجع به این صحبت میکردیم و برای این اگر اجازه بدید من بقیهش رو میذارم که با خانم طبری در این مورد صحبت کنم. خانم طبری عزیز بفرمایید. خواهش میکنم، شما خودتون بهتر از من میتونین همه این مسائل رو توضیح بدین. نه من یک مسئله ای که میخواستم اشاره بکنم، کاملا آقای دکتر نوریالو درست میگن که ما بر اساس باید این توافق یا اتحاد یا غیره بر محور یک گروه نباشه، باید همه به طور برابر اینجا بیان، و کسی که برای همین هم هستش که ما احتیاج به یک فرد داریم که اون به اصطلاح چسب یا نخ گردنبند باشه و چتری باشه در برابر اینها. ولی من یک نکته ای رو که خب میتونیم ببینیم در این اپوزیسیون خارج از کشور که خیلی طبیعیه، من با غیر ایرودیا که هر وقت میشینم بهشون میگم، وقتی میگن شماها اختلاف دارین، نفاق توسون هستش، با هم دیگه نمیسازید و غیره، میگم این خودش نشونه اینه که جامعه ما به سمت یک پلورالیسمی حرکت میکنه، به سمت یک تکثری حرکت میکنه، و این نیست که ما همه مثل هم هستیم، همه با هم دیگه نظرات مختلف داریم و در یک فقط در یک انتخابات در پای صندوق رأیه که این به اصطلاح وزن کشی ها خودش رو نشون میده. ولی در شرایط کنونی ما باید شروع کنیم و شروع کردیم از اینکه این اتحاد رو با کسانی شروع بکنیم که به ما نزدیکتر هستند، که با ما آشناتر هستند. از نظر مثلا الان ما همبستگی کسانی که ایران مدار هستند رو دنبال میکنیم، و این خودش نشون میده که چقدر کسانی هستن، چقدر گروه‌هایی هستن که مشتاقن به این اصلا خودشون رو ایران مدار بدونن. همین مسئله شیر و خورشید یا پرچم ایران یا تمامیت ارضی ایران، سکولاریسم در ایران، اینا همه وجوه مشترک ما هستش و نمادهای این اشتراک میتونه باشه. و من فکر میکنم با تکیه کردن روی این نمادها و وجوه اشتراک ما میتونیم این ائتلاف به اصطلاح مشتاقان رو هرچه بیشتر وسعت بدیم، هرچه بیشتر توسعه بدیم، و حتی گروه ها هم نباشن. ما الان داریم به این فکر میفتیم که چرا باید حتما گروه ها بیان در این اتحاد شرکت کنن. افراد میتونن، کسانی هستن که سرشناسن، افراد در سیاست بودن، اینها میتونن بیان در این جمع گروه ها. ولی اینکه کار این گروه چی باید باشه، اون مسئله مهمه. من فکر میکنم آقای نوریالله بازم به اون اشاره کردن. دقیقا من قبول دارم که ما باید در تدارک دوران گذار باشیم، در تدارک دوران یعنی نه تنها این دو بخش داره کار ما، یکی گذر کردن از جمهوری اسلامی و یکی آماده بودن برای دوران بعد از جمهوری اسلامی. این هم نقشی هست که در اتحاد بین اتفاقا داخل و خارج میشه روش کار کرد. زمینه های مختلف هستش، باید اینها رو سنجید، باید اینها رو سبک سنگین کرد که کجا باید پیش رفت، کجا نباید پیش رفت. اینا همه کاریه که من فکر میکنم به عهده این کسانی هستش که با همدیگه میتونن همکاری کنن، همراهی کنن و به همدیگه کمک بکنن در این زمینه، که این گفتگوها و صحبتها باعث خواهد شد که ما بتونیم بیشتر ببینیم که راه به آینده
به کجا ما رو میبره. برای اینکه من دائما چیز هستم، آگاه هستم به این خطرهایی که جلوی ما هست. خطرهای ببین، اگر ما اتحادی رو درست بکنیم، به محض اینکه کوچکتری شکافی توش به وجود بیاد، کار ما سخت‌تر از اون میشه که اون اتحاد رو به وجود آوردیم. برای همین ما باید خیلی محتاط و خیلی دانسته به جلو بریم و با مسائلی رو باش دست و پنجه نرم کنیم که میتونه اتحاد ما رو بهش ضربه بزنه. و هستن کسانی هستن که دائما در صدد این کار هستن، همونطور که گفتم، از جمهوری اسلامی، از متحدان جمهوری اسلامی، از کارگزاران روسیه و پوتین و غیره، نقشه های نه تنها یک نقشه، نقشه های پلن های A و B و C دارن برای اینکه ما رو، نیروی ما رو بهش ضربه بزنن. اینه که من فکر میکنم همکاری وسیع ما میتونه و گفتگوی بین ماها میتونه کمک بکنه به اینکه این خطرهایی که در مقابل ما هست، در مقابل هم اتحادمون هم کارایی اتحادمون. اتحاد ما فقط این نیست که ما اعلان اتحاد کنیم، این اتحاد باید کارایی داشته باشه، این اتحاد باید بتونه اونهایی رو که در مقابل ما هستن دفع کنه. دفع اونها برای ما خیلی خیلی مسئله مهمی هستش و این کار خیلی کوچیکی نیست، میدونین، کار مهمیه. و برای همین هستش که این اتحادی که داریم، همونطور که آقای دکتر نوری الان گفتن، همه با هم به هیچ عنوان نمیشه. ما گروه های متکثری هستیم که باید با هویت های خودمون، با اصطلاح شاخص هایی که ما رو معرفی میکنه معرفی بشیم. واهمه نباید داشته باشیم، یک شکل نمیتونیم بشیم به هیچ عنوان، ولی میتونیم که در کنار همدیگه برای یک مقصود، رسیدن به پای صندوق رای، با همدیگه یک اتحادی داشته باشیم. و همطور که میگم، گفتم، کسانی هستن که این اتحاد رو دائم در حال برهم زدنش میخوان باشن و باید خیلی آگاه باشیم به اون نیروها و دفع اون نیروها. ممنونم از من خانم بیشتر از این نازنین انصاری عزیز. میخوام بگم که شما الان به عنوان یه ناظر، روزنامه نگار ناظر، راضی هستید از این، از این تلاش ها تا اینجا؟ بدون شک، و واقعا این پیش رو رو خیلی مثبت میبینم. ببینید، خیلی راجع به جورج تاون و اون نشست جورج تاون صحبت شده و اینی که چرا نشست جورج تاون به جایی نرسید. بقیه من یکی از بزرگترین مسائلی که داشت اون منشور 20 صفحه‌ایش بود که انقدر اختلاف آورد، برای اینکه هیچ کی نتونست، هر کی یه چیز ضعفی درش پیدا میکرد. الان این وقتی میبینم این کسانی که در جمع‌های مختلف هستن، مثل خانم طبری، مثل خانم کنعانی، جناب نوری علا، چقدر واقع بینانه دارن نگاه میکنن به موضوع، و بدون شک اتحاد در یک هدف هست و اون براندازی جمهوری اسلامی که مهمترینه. این حلقه ها مثل زنجیرهایی هستن که باید به هم متصل بشن. و من فکر میکنم چیزی که اون سه نکته‌ای که شاهزاده رضا پهلوی در این چند مدت گذشته بهش اشاره کردن، یعنی تمامیت ارضی ایران، حقوق بشر و لیبرال دموکراسی و دموکراسی، چیزهای واقعا نکات مینیمومی هست که این گروه ها میتونن باهاش دورش جمع بشن و همکاری کنن. دیگه بقیه نکات دیگری که حالا جزئیات دیگری که باید بعد از اینی که یک مجلس مؤسسان و مجلسی که در بعد از جمهوری اسلامی، فروپاشی جمهوری اسلامی، نمایندگان مردم در ایران بهش، به اون توافقات برسن، ولی در این در مقطع کنونی این سه اصلی که گفتن به نظر من خیلی میتونه مفید باشه. ممنونم دکتر نوری علا. بله، عرض کنم که ببینید، الان من فکر کنم یک نقشه روشنی جلوی پای ما هستش. یه چیزی رو میخوایم تشکیل بدیم به نام ائتلاف مشتاقان و این ائتلاف یه در ورودی پیدا کرده به نام پرچم شیر و خورشید ما. یعنی که این دوتا قضیه رو باید لحاظ بکنیم. تمام ایرانیانی که معتقدن به
اصلیت و اهمیت شیر خورشید خود به خود در داخل این امکان قرار میگیرن که بتونن عضو اون ائتلاف مشتاقان باشن. بنابراین ما دو مرحله ای داریم پیش میریم. اول میریم شیر خورشید رو تثبیت میکنیم، روز شیر خورشید، روز ملی شیر خورشید رو برگزار میکنیم و در اونجا کسانی که هستند فرصت این رو پیدا میکنن با هم رایزنی کنن و ببینن که ما چگونه میتونیم این مسئله ائتلاف مشتاقان رو به صورت عملی اعلامش بکنیم. و همین دلیل مثلا خب ما الان مدت هاست که با جبهه هفته آبان یا حزب مشروطه داریم با هم صحبت میکنیم. برای ما آسان بودش که مثلا این سه تا مجموعه بتونن با همدیگه اعلام ائتلاف بکنن و کار خودشون رو شروع کنن، ولی هممون قبول کردیم که بگذاریم این اتفاقات بعد از 26 خرداد بیفته، که از این در ورودی کسانی که میخوان وارد این ائتلاف بشن عرض کنم که وارد ماجرا شدن. الان همینطور سازمان‌های مختلفی هستن که دارن میپیوندن، میخوان نماینده خودشون رو بفرستن به پاریس، پیام‌های خودشون رو میدن، از جمله این که ما یه نامی رو تصویب کردیم به نام ایران مداران که با ایران گرایان هم تفاوت داشته باشه، هم این که ما گرایشی به ایران نداریم، ما مدار زندگی و فکرمون ایرانه و بر مدار ایران هر عملی رو انجام میدیم. و به زودی سایت ایران مداران هم آغاز به کار خواهد کرد و در اونجا هم اطلاعات مربوط به روز 26 خرداد و مراسم پاریس خواهد بود، پوسترهای قضیه رو خواهید دید و در این حال تمام مقالات و ویدیوهایی که در این زمینه تهیه شده از جمله ویدیوی برنامه امروز ما در اون سایت هم ارائه داده خواهد شد، تا همه بدونن که ما سوار چه اتوبوسی شدیم و به سوی چه مقصدی در حرکت هستیم. جناب میبودی، من میتونم فقط یه چیزی اضافه کنم؟ من یادم در زمان جنبش سبز که بود، هنوز وقتی که در بحبوحش بود، یکی از قشنگترین پوسترهایی که من دیدم دست کسانی بود که میگفتن ما شیریم و خورشید پشت ماست. و واقعا وقتی که شما نماد شیر و خورشید رو میبینید، اون از اون واقعا بغار اون شیر و اون چیزی که شیر، هر ایرانی میتونه خودشو در اون شیر پیدا بکنه و بدونه و مطمئن باشه که وقتی که اون شیر هست، خورشید و اون روشنایی حتما راهش رو باز خواهد کرد. این چیزیست که الان ایران بهش احتیاج داره. آقای میبودی اگر اجازه بدید من یک نکته هم اضافه کنم، به خاطر حضور خانم‌های محترم ما در این مجلس. این شیر و خورشید یادتون باشه، به خورشیدش میگیم خورشید خانم. خانم بله. و این بازمانده اون شیر و عرض کنم که آناهیتایی هست که در روز اول در فرهنگ ما بوده. شیر نشانه میترا بود و آناهیتا بر پشت او سوار بود. بعد خب اسلام که آمد و جلوی عرض کنم که قسمت زنانه جمعیت ما رو گرفتش، خورشید رو جانشین آناهیتا کردن، اما گفتن این خورشید خانومه. و یه چیز دیگه من به شما اضافه کنم، در نور سفید همه رنگ ها هستن. وقتی شما رینبو رو میبینید، نور پر از تمام رنگ ها در اون نور سفید هست و این چیزیست که من فکر میکنم آینده ایران، اون تکثر که بایستی که داشته باشه، در اون نور خورشید خواهد پیدا خواهد کرد. ممنونم. یه نکته ای که من در مورد بحث بزنید در مورد چپ هاست. به نظر من حتما در چنین ائتلاف چپ های ایرانی که باید قطعا و حتما حضور داشته باشن، خیلی مختنم باشه. اون چی که مورد اعتراض بوده چپ های افراطی بودن، چپ های وابسته بودن، کسانی که نه به تاریخ ایران باور داشتن، حتی تاریخ ایران رو تحقیر میکردن. من به خاطرم هست که از دوره به هخامنشیان به عنوان عصر امپریالیسم کهن یاد میکردن، یعنی ایرانی ها بنیانگذار امپریالیسم هم به سبک کهن که امروز حالا مدرنش داریم، آمریکا و قدرت های بزرگ، یعنی که این حد نسبت به مملکت و گذشتش احساس نفرت میکرد به خاطر تلقینات ایدئولوژیک قدرت هایی
که هیچ علاقه به ایران نداشتن، بلکه سعی میکردن ایران رو تجزیه کنن. آقای مهبودی جونم بفرمایید. ببینید مسئله در اینه که چپ های ما یه چیزایی که یاد گرفتن، یکیش اینه که با ناسیونالیسم مخالف باشن، چون مثلا هیتلر به دروغ میگفت من ناسیونالیست هستم، اما یادشون میره که خود مارکس و انگلز و نمیدونم لنین بودن که راجبه انترناسیونال صحبت کردن، یعنی ناسیون رو قبول داشتن و انترناسیونال روابط بین المللی رو مطرح میکردن. کسانی که منکر ملیت میشن به نظر من اصلا از عرابه چپ هم بیرون افتادن. البته خود روسیه هم بعدا در اونجا استالین سوسیالیسم در یک کشور رو مطرح کرد و گفت اصلا انترناسیونالیسم شکست خورده. بنابراین این هم ببینید یک گیجی و یک نادانی بوده در این مدت در بین چپ ها. اون نادانی رو باید کنار زد. بدون چپ راست معنی نداره، بدون راست چپ معنی نداره. ما احتیاج به یک چپ ملی عدالت خواه بدونین رفاهی احتیاج داریم که حتما هم مورد اقبال خیلی ها قرار میگیره. یه چپ میانه و یه راست میانه دو محور دموکراسی هستند. بدون چپ و راست میانه در هیچ کشوری دموکراسی پایدار نمونده. چپ افراطی هم همه جا هستند ولی کاری نمیتونن بکنن، یا راست افراطی هم هستن اگر جامعه هوشیار باشه. رسانه ها انشالله که رسانه های ما در آینده خیلی توانا خواهند بود و این جامعه رو به سوی یه تعادل، به سوی یه میانه خواهند آورد. بدون تعادل بدن انسان هم بیمار میشه. شما اگر که در بدنتون یک موضوع بیشتر از مسائل دیگه، چیزهای دیگه نقش پیدا بکنه، حتما بیماری به دنبالش خواهد اومد. همینطوره. در جامعه پیروزا داشتم مطالعه میکنم صورت جلسه پارلمان بندر و هامبورگ رو خواست تصمیم بگیرن درباره یه لایحه ممنوعیت استفاده از نقاب به وسیله دختر خانوما تو مدارس سر کلاس تحریک میکنن آخوندها که این بچه ها با نقاب برن بقیه رو بترسونن، دچار وحشت بکنن. خب همه نمایندگان امضا کرده بود، حزب سوسیال دموکرات آلمان امضا کرده بود، CDU امضا کرده بود، سبز ها امضا کرده بودن، چپ های افراطی امضا نکرد. یعنی معتقدن که باید این دخترها اجازه داشته باشن با روبنده، یعنی با نقاب در سر کلاس حاضر بشن. بله، این چپ و راست افراطی به هم متصل شدن در این ببخشید افراطی یک روی کرده چپ و راست نداره. شما افراطی رو در جمهوری اسلامی میبینید، در خمینی چیا میبینید، در خامنه ای چیا میبینید، اینا هم چپ هم. یعنی واقعا افراطی اونجاست. ما این حالا اومدیم میخوایم بگیم در خارج هم هست، بله، ولی همطوری که شهران جان گفتن اینا خیلی هاشون بستگی دارن، تنها نیستن. شرایط کنونی چپ افراطی ما با اسلامیزم همخونه. این الان مد جدیده که چپ و اسلامیسم هستش. خوشبختانه در ایران ریشش زده شده با این انقلابی که در ایران شده. ما زیاد نگران اون نباید واقعا باشیم. باید تاکیدمون اومده موجود در ایران که راست سیاست، راه ارتجاع سیاست که میگن، جمهوری اسلامی است. این جنبش زن زندگی آزادی در برابرشه. یعنی به نظر خود جنبش به خاطر ترقی خواهیش نوعی در چنای چپ ایستاده. خیلی تشکر میکنم خانم کنانی، خیلی لطف کردید. آقای دکتر ریالاز تشکر میکنم، خانم شهران طبری سپاسگزار، و نازنین انصاری تشکر میکنم، از مرجان نقبی تشکر میکنم، از خانم سارا ایرانی، و سپاس از شما که ما رو همراهی میکنید. شما نباشید رسانه بی اعتباره. سپاس از شما. حضور شماست که اعتبار میکنید.